دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. امشب غزل شماره 1621 از دیوان کبیر رو میخونیم با هم. اگر صدای من رو نشنیدین، 1621 از دیوان کبیر. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم. به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم، به میانه قشورم همه از لباب گویم. من اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم. چو دلم ز خاک کویش بکشیده است بویش، خجلم ز خاک کویش که حدیث آب گویم. بگشا نقاب از رخ که رخ توست فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن، تو چو لطف شیشه گیری قدح و شراب گویم. ز جبین زعفرانی کر و فر لاله گویم، به دو چشم ناودانی صفت سحاب گویم. چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم، نه به شب طلوع سازم که ز ماهتاب گویم. اگرم حسود پرسد دل من ز شکر ترسد، به شکایت اندر آیم غم اضطراب گویم. بر رافضی چگونه ز بنی قحاف لافم، بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم. چو رباب از او بنالد چو کمانچه رو در افتم، چو خطیب خطبه خواند من از آن خطاب گویم. به زبان خموش کردم که دل کباب دارم، دل تو بسوزد در من ز دل کباب گویم. عرض کنم خدمت شما که البته چند تا شاید غلط چاپی داره که به موقعش خدمتتون عرض میکنم. من بیت به بیت رو خدمتتون عرض میکنم و توضیحاتی رو میدم. چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. خب میدونیم همه مولانا بارها خودش رو به صورت بنده آفتاب، یعنی من آفتاب پرستم. آفتاب پرست نه به معنی کسانی که خورشید پرست بودن، اگر هم معنی میشه به کیش مهر و خیلی ها اینطور معنی کردن، خب نظر خودشونه. آفتاب یعنی روشنایی، آفتاب یعنی نور. گرما هم مختص آفتابه. غلام یعنی بنده. شما همیشه شنیدید میگن بندگان خدا، بنده. بنده رو همیشه با برده ترجمه میکنن، تفسیر میکنن، کسی که برده هستش. در صورتی که بنده یک ریشه بسیار قدیمی داره، به کسی که بسیار همواره با شما میگفتن بنده. برده رو هم از این نظر گفتن بنده و برده که بسیار با اربابش، با سرورش همراه، هر چی میگه اطاعت میکنه. انسانهایی رو که میگن بنده خدا یعنی کسانی که برای خدا خیلی هموار هستن، پیچیدگی با خدا ندارن. شب و شب پرست، ببینید دو تا نماد رو اینجا مولانا میگیره. یکی مسئله روشنایی گرماست که آفتابه،
یکی هم کسانی که قصه شب میگن، قصه خواب میگن، قصه میگن که انسان رو به خواب ببرن. من یکی دو تا بیت رو میخونم و تو اون ابیات بیت بالا هم روشن خواهد شد. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، این پنهان نوشته اما نسخ دیگه و صحیح ترینش به نهان هستش، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. میگه من رسولم، سفیرم، پیامبر آفتابم، به طریق ترجمانی از اون میپرسم، برای شما ترجمه میکنم. ببینید، یکی از مهمترین مسئله هایی که در عرفان خیلی بهش توجه کردن، حسی هست در انسان که به این میگن حس نهانی، یعنی اسمیه که مولانا روی این حس گذاشته، گفته این حس حس نهانیه. میگه پس محل وحی آمد گوش جان، وحی چه بود گفتن از حس نهان. میگه وقتی کسی از حس نهان صحبت میکنه، این یعنی همون وحی. حالا مولانا به ما مطرح میکنه که من یک ارتباطی دارم، یک رابطه‌ای دارم با اون خورشید، با اون نور، با اون منبع، حالا اسمش خداست، هر چی هست، من این رو به شما منتقل میکنم. ببینید، حس نهان، ارتباط با منبع هستی، این یک زبان شناخته شده بشری نداره. یعنی اینطور نیستش که یه نفر با خدا که حرف میزنه فارسی حرف بزنه، عربی حرف بزنه، انگلیسی حرف بزنه، این به این صورت نیست. یکی نوع درکه، یکی نوع ارتباطه که وقتی این به زبان برمیگرده، این وقتی میخواد توضیح داده بشه، از سیمبول های زندگی ازش استفاده میکنیم ما. یعنی ما منظورم عرفا یا انبیا هستن. کسانی که این صحبت رو میکنن مجبورن اون حس نهانی رو که درک کردن با یک توی کلماتی بریزن که این کلمات چه ناقصه چه کامله، به طریقی که ما این رو درک کنیم از این حس نهانی بتونن به ما خبر بدن. به قدم چو آفتابم به خرابه ها تابم، میگه حالت من، دیدید چطوری آفتاب قد میکشه؟ میگه مثل اون، مثل آفتاب قدمم مثل اون میمونه، آفتاب قد میکشم، منتها من فقط به خرابه ها میتابم. بگریزم از امارت سخن خراب گویم، میگه من به امارت ها نمیتابم، من فقط به خرابه ها میتابم. خب در صورتی که ما میدونیم آفتاب هم به امارت، به ساختمون ها میتابه و هم به خرابه ها میتابه، اما مولانا از بیان این موضوع یک قصدی داره که نتیجه گیری میخواد بکنه. من همینجور از بیت سوم شروع میکنم تا برسم به بیت اول. ببینید، منظور از امارت در حقیقت هویت فکری و نفس انسانه. هر چقدر میگه در وهله اول، اگر آبادی، اگر نفس بسیار آبادی داری، ساختمون ساختهی هستی، من حرفی برات ندارم، من به خرابه ها میتابم، من زمانی برات روشنایی دارم که بتونی اون ساخته های نفسانی رو خراب کنی. من جلسه قبل خدمت شما یه نکته رو عرض کردم، گفتم اجازه ندید دیگری جایه، یعنی عرفا به ما میگن اجازه ندید دیگری جای شما زندگی کنه، شما جای خودتون زندگی کنید. این حرف بسیار وسیع هستش. این فقط به اینکه دیگری در من زندگی میکنه، اطلاعات داره در من زندگی میکنه، حرف مردم داره در من زندگی میکنه، یا من با این مردم زندگی میکنم محدود نمیشه. ببینید، بارها و بارها کسانی که تو به هر حال این جلسه خدا باور هستن و به خدا باوری دارن، این خدایی که ما بهش باور داریم
و در ما زندگی میکنه، آیا غیر از اینه که ما گرفتیم از محیط بیرون؟ یعنی اگر من در یک خانواده مسلمان دنیا آمدم، خدای اسلام رو گرفتم. اگر در یک خانواده بودایی دنیا آمدم، خدای بودا رو گرفتم. و در حقیقت اون کسی که در من، یا مسیحی همینجور، یهودی همینطور، همش همینطور، اون چیزی که در من داره زندگی میکنه یک تصوره. حرف اینه که تویی که حالا موظفی یا باید تو اون خدا رو تجربه کنی، تو از خدای حرف بزن به قول شمس که دیدیش، از خدای حرف نزن که برات ساختنش. میگه من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یک جوری مخاطب خودم رو متوجه این موضوع بکنم که آفتابی هست، روشنایی هست، من این رو درک کردم، توی قالب کلماتی میریزم که تو با این کلمات شاید بتونی یک گمانی ببری به حالی که من دارم، به درکی که من دارم. اون درک میسر نخواهد شد، اما متوجه این خواهی شد که من یک چیزی رو درک کردم که بسیار متفاوته با شناخت‌ها و درک‌هایی که از صورت مسائل داریم. ببینید، انسان در زمانی که در هوشیاری هستش و در هوشیاری داره سیر میکنه، به قدم چو آفتابم به خرابه ها تابم. ما دو نوع مستی داشتیم، دو نوع جنون داشتیم. یکی جنون و یا مستی دون عقل بود که جنونهای معمولی، مستیهای مفرط به خاطر مسائل الکل. یکی جنون و مستی فوق عقل هستش که اون به اصطلاح عرفا با نوشیدن باده هستی، می حقیقت، این مستی به وجود میاد. در وهله اول تا زمانی که این مستی برات به وجود نیاد، امارت فکر نریزه، تشخص ها نریزه، من مولانا نمیتونم به تو بتابم، بگریزم از امارت، سخن خراب گویم. من یک زمانی میتونم با تو ارتباط برقرار کنم که فکر فرو ریخته و تو در ناهوشیاری هستی، در عالم مستی و شهود قرار گرفتی. به طور کلی مهمترین صحبتی که عرفای ما همیشه داشتن این بوده که زمانی که شما از طریق فکر و اندیشه با این آفتاب میخواین ارتباط برقرار کنین، هیچ اتفاقی نمیفته. اون زمانی هستش که شما این مستی رو فرو میریزید، این هوشیاری رو فرو میریزید و به مستی برمیگرد. بسیار این مقدمه رو من خدمت نزد کردم که یک نکته های مهمی رو بیان میکنه. این سه بیت رو داشته باشین، برمیگردم به بیت اول. چه غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. تاریکی و شب پرستی در حقیقت زمانی هستش که ما شناخت دست دو از مسائل پیدا میکنیم. ببینید، الان شما این غزل رو میخونیم ما با هم، شاید اگر یه موردی پیش بیاد بشه، نمیدونم، من واقعا اطلاع ندارم الان در ایران، ولی شاید ده ها جلد کتاب تو این زمینه ها نوشته شده تو این مدت چندین و چند دهه. ما بلا فاصله میخواییم بریم ببینیم که حالا آقای فلان، فلان استاد، فلان دانشمند راجع به این غزلیات چه نظراتی دادن، حالا فلانی هم چه نظری داده، این نظرها رو بریزیم رو هم. این یعنی شب
وقتی که میگه غلام آفتابم، یعنی عزیزم کتاب خودت رو بخون، خودت رو بخون، هر آنچه رو که غیر از خودت میخونی این شبه، این شب پرستیه. در مسیر طریقت تو باید خودت رو بخونی. اون زمانی که خودت رو میخونی دیگه به خواب روانی فرو نمیری، از مسائل به جای رو در رو شدن با مسائل از مسائل فرار نمی کنی، نمی خوابی بگی خیلی خوب حالا که این حالت پیش نیومده، بذاریم ببینیم وقتی که پیش اومد انشالله که پیش نمیاد. تو زندگی خودت رو بکن. اما غلام وقتی کسی میشه، بنده کسی میشه، شما تو واژه ها حرکت نکنید. قبلا بارها سر این موضوع ما صحبت کردیم، اگر یادتون باشه مولانا ابیاتی رو داشت سر حرکت در واژه ها که میگفت زید و مات، ما زید و ماتن، اگر زید مرده باشه. آخه شما میگید یه نوشته نیستید زید مثلا ایکس مرد، بعد میگید زید فاعل مردن فعل مثلا. یا آقا منو گرفتی کدوم فاعلیت؟ زید که دیگه اصلا زنده نیست، ایکس که دیگه اصلا زنده نیست، این اصلا فاعلیت ها ازش گرفته شده. ولی وقتی میای توی گرامر مجبوری بگی این فاعله، ولی خب مرده که دیگه فعالیتی نداره، همه فعالیت ها ازش گرفته شده. وقتی که میایم توی غلام یا برده یا بنده، بلافاصله در این تو عصر برده داریم و فیلم هایی که بهمون نشون دادن، یه کتاب هایی که نوشتن، یعنی کسی که در مسیر هستی هماهنگه، یعنی کسی که سر خود تصمیم نمیگیره، کسی که ذریب خطای فکری نداره، دله، اون روشنای درونه که داره حرکت میکنه. این روشنای درون هم بر میگرده به منبع هستی، بر نمیگرده به فکر. من این همواری رو، این مسیر آفتاب رو دارم و همش از آفتاب میگم. وقتی که جوشش های درونت رو میگی این یعنی آفتاب، وقتی از خدای حرف میزنی که تجربهش کردی این یعنی آفتاب، وقتی که به جای این که از شهود و وحی دیگران صحبت کنی وحی خودت رو میگی، اون چیزی که خودت دریافت کردی، اون چیزی که خودت دیدی، این یعنی آفتاب. وقتی که نقل قول میکنیم، وقتی که به اینجایی میرسیم که همش در تجربیات دیگران زندگی میکنیم، ما در تجربیات خودمون زندگی نمیکنیم. ببینید شما فرض کنید امروز 1000 سال پیش 2000 سال پیش هرچی، فردی میاد و میگه من به منبع وحی وصلم، من پیامبرم، و کاملا هم درست میگه، این با خدا در تماسه، با هستی در تماسه، اون چی که داره میگه وحیه، اصلا هم تو این شکه نیست. بحث اینه که عزیز من اون چیزی رو که تو داری از این میگیری تجربه تو نیست، تجربه اونه. باید این رو بپذیری که به طریق ترجمانی یک دریافتی که اصلا تو قالب کلمات نمیاد، شکل نداره، داره به تو منتقل میشه. حالا وای به حال این که 500 سال 1000 سال هم فاصله بگیری، دیگه اون تجربه میشه تجربه دست 10، تجربه دست 1000، همینجور تو این دست ها میچرخه. میگه ببین من مولانا مثل رسول، مثل یک پیامبر دارم از منبع وحی میگیرم، ولی من میخوام به تو بتابم، من میخوام برای تو اون دریافتی رو که داشتم اون رو به تو بتابونم. تو زمانی میتونی این درک رو داشته باشی
که قدرت جسارت، قدرت توان درک دست اول مستقیم با حیات رو داشته باشی. اگر فکر میکنی، یعنی امارت، اگر فکر میکنی که قابل این حرفا نیستی، به درد این حرفا نمیخوری، من مولانا این رو نمیتونم به امارت تو بتابونم. من به کسی میتونم بتابونم که بدون اینکه دیگران در زندگی کنن، بدون اینکه خودش رو پایین یا بالا ببینه، در کاملا خراب از نظر ساخته های فکری، خراب از نظر تشخص های فکری، امارت های فکری، که منی که این همه مطالعه دارم، منی که این همه مدارک تحصیلی دارم، منی که اینقدر آدم محترمم، منی که اینقدر آدم بی‌شخصیتیم، منی که اینقدر بی‌سوادم، هیچ کدوم از اینا هیچ فرقی نمی‌کنه. این عمارت تا فرو نریزه، اون چیزی که ساختی یا ساختن برات، و حاضر نباشی، قدرت جسارت اینو نداشته باشی که مستقیماً تجربه دست اول بکنی، به طریق ترجمانی من اینقدر میتونم برات بگم، بیشتر از این نمیتونم برات بگم. اما اگر میخوای بهت بتابم، باید امارت ها خراب بشه. به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم، به میانی قشورم همه از لباب گویم. شما شاخه درخت رو نگاه کنید، از ریشه درخت دوره. به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم، به میانه قشورم. قشور یعنی لایه ها، قشر ها. اما من همش دارم از لباب، یعنی مغز، از مغز ها صحبت میکنم، از درون ها صحبت میکنم. یک سری از انسان ها در میون واژه ها هم گیر میکنن، در همین این قشرها. یه سری از انسان‌ها به جای اینکه معنی یک سری حرکات درشون تجلی پیدا کنه، ببینید، شما مدیتیت ممکنی میکنید، ممکنه هزار و یک نوع روش‌های معنوی دارید، به جای اینکه این ظهور پیدا کنه در شما، معنی این مدیتیشن به شهود در ما برسه، ما فقط در اون قشر، ما فقط در اون قشر حرکات و اعمال میمونیم. هیچ فرقی نمیکنه چه در واژه ها، چه به جای اینکه ما اونها، اون اعمال، اون حرکات، حالا عبادات هستن، نماز میخونیم، مدیتیت میکنیم، هر کاری میکنیم، ما فقط در اون قشر میمونیم، در قشور محض هستیم. اون چیزی که مولانا داره ازش صحبت میکنه، مغز این داستان هاست. مغز یعنی اینکه تو از این مدیتیشن یک ثمره ای رو میگیری، مغز یعنی اینکه تو از این عبادت به یک نتیجه شکوفایی در درون خودت میرسی. من اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم سخن ثواب گویم. میگه من مثل سیبی میمونم که از درخت افتاده پایین، سیب شیبش از شاخه درخت افتاده پایین، ولی میگه از درخت خیلی بلندی هستم، تمام این درخت، تمام این اساره های این درخت در این سیب خلاصه شده دیگه. یعنی شما وقتی که این سیب رو دارید، در حقیقت تمام مغز، جون، ویتامین، حالا هر چی اسمش هست، از این درخت رو دارید، از این درخت بلند رو دارید. وقتی که شما سیب رو یه نفر میخوره، تمام اون ویتامین ها، اون پروتئین ها، هر چی که درش هست منتقل میشه به آدم، چون همه چیز در اون سیب هست. من اگر خراب و مستم سخن ثواب گویم. میگه ببین، من درسته که خرابم، درسته که مستم، ولی اگر حرف درست از من میخوای بشنوی، این موقع بیا سراغ من، زمانی بیا سراغ من که من مست و خرابم، من به اون جنون، به اون مستی فوق عقل رسیدم،
اونجا تو چیزی رو از من درک میکنی که در حالت هوشیاری از من نمیتونی درک کنی وقتی که هوشیارم. چو دلم ز خاک کویش بکشیده است بویش، خجلم ز خاک کویش که حدیث آب گویم. میگه دل من، دلی که ما سه جلسه داشتیم دلا نزد کسی بنشین، از خاک کویش یک بوی کشیده، یک بوی از خاک کوی اون یار، اون منبع هستی کشیده. من خجالت میکشم وقتی این بو به من خورده حدیث آب بگم. آب در اینجا سیمبل گرفته شده از لذائذ. تمام لذائذ و خوشیهای زود و گذر برای من دیگه ارزشی نداره وقتی که بوی کوی اون به من خورده. ببینید، من چون با همه این داستان‌ها دوباره برگردم، برای اینکه روشن کنم یه بیت از حافظ براتون میخونم. ببینید این رو چجوری باز میکنه این صحبت رو. میگه سبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. میگه یک بوی این خاک به من خورد، وقتی که بوی این خاک به من خورد، من دیگه اصلا مهمترین موضوعی که زندگی من هستش، حیات من هست، به نظرم نمیاد. اینو تا اینجا داشته باشین. دوباره بر میگردم به آغاز ابیات. ما از چیزی صحبت کردیم به نام حس نهان. این مهمترین موضوعیه که این رسول، این پیامبر آفتاب میره و این ارتباط رو برقرار میکنه. حس نهانه در انسانها به طور متواتر وجود داره. مال بعضی انسانها فوق‌العاده قویه، دریافتشون خیلی زیاده. مال بعضی انسانها فعال نیست، مثل دستی میمونه که شما 6 ماه ببندینش، نمیتونه فعالیت کنه. انسان هم وقتی که شب پرست میشه، انسان هم وقتی که دست دو میشه، همش میخواد از دیگران اطلاعات بگیره. بسیار مسئله مهمه وقتی که من همش میخوام از مولانا بگیرم، از حافظ بگیرم. حالا کاش که ما فقط از اینها مستقیم بگیریم، از چیزهایی میگیریم که جز تاریکی و ظلمت رو اضافه نمی کنه. یک بار خودت رو بخون، خودت رو بخون، بارها و بارها توضیح دادم خدمتتون، اما باز هم یک توضیح مختصری خدمتتون میدم. پارسال در داستان وکیل صدر جهان ما یه داستانی رو داشتیم که حضرت مریم مقدس وقتی که این جبرئیل برش نازل شد، این ترسید. مریم برهنه بود و وقتی که این رو دید ترسید، گفتش که تو کی هستی؟ گفت من از همون جایی میام که داری بهش پناه میبری، من از جانب خدا هستم. من 2-3 بیت اینو میخونم که حس نهان رو براتون باز کنم. این جبرئیل در یک ابهامی از خیال و واقعیت بر مریم نازل شد. گفت از وجودم میگریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم. جبرئیل به مریم گفت خود بن و بنگاه من در نیستی است، یک سواره نقش من پیش ستی اصطلاح لقب خود حضرت مریم هستش. مریما بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالن در دلم. گفت ببین مریم، به یک جای رسیدی جسارت رو
جرأت اینی که من قدم رو بخوام بردارم. گفت مریم من مثل هلال ماه میمونم، نقش خیلی مشکلیم، یک جایی در خیالم یک جایی در واقعیت میام، هم واقعیتم هم خیالم. گفت من مثل هلال ماه میمونم. قدیم ها وقتی که میرفتن دنبال هلال ماه بگردن، شب اول ماه این هلال خیلی باریک بود، به خصوص وقتی که ماه رمضان بود، اینها خسته شده بودن دیگه، اینقدر مثلا یه ماه روزه و اینا، هلال ماه رو دیدن خیلی سخت می شد. بعضی ها هلال رو نمی دیدن، هلال رو می ساختن. به همین خاطر می گفت من هلال ماه رو دیدم، ولی قبول نمی کردن، چون می گفتن اینا می سازن هلال ماه رو. میگه من مثل همون هلال ماه میمونم که خیلی ها ممکنه خودشون در دل خودشون میسازن، اما اون چیزی که بر تو تابیده الان واقعیت منه، نقش مشکلیه که من جبرئیل در ظهور دارم. ببینید آدم ها شاید خیلی بیشتر یاد میگیرن و اینجور بیشتر دوست دارن که یک پدیده‌ای به وجود بیاد، این پدیده در یک قالب کلمه‌هایی باشه و برای یک مدتی خوراک فکری و نعشگی ذهنی برای انسان به وجود بیاره. درست در عرفان به ما میگه که تو وقتی میتونی از چیزی حرف بزنی که خودت دیدیش، خودت تجربهش کردی، خودت با این رو در رو بودی، اگر تجربه نکردی گفته های دیگران درست باشه یا دروغ باشه، تو فقط کلماتی رو از اینها گرفتی، جوهری رو روی کاغذ خوندی، درک اون مطلب به اون صورتی که اون فرد میبینه، اون فرد تجربه میکنه، با تویی که داری روی یه کاغذ میخونیش، مثل مایی که الان داریم ابیات مولانا رو میخونیم یا هر چیز دیگه ای رو میخونیم، درک این برای تو فقط اون چیزیه که ذهنت میسازه. ببینید بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. میگه تو بیا و این درک، این ارتباط مستقیم رو من با تو داشته باشم، نه از پس نقاب بگم، نه جوهر روی کاغذ رو بخونم، بلکه اصل اون چیزی رو که وجود داره درک کنم. چو دلت سنگ باشد پر از آتشم چو آهن، تو چو لطف شیشه گیری قدح و شراب گویم. ببینید میگه وقتی که سنگ در زمان قدیم بر این باور بودن که آتش توی سنگه، آهنم که توی سنگه آتش توشه، این از باورهای قدیم بوده، شیشه رو هم از سنگ میگیرن. حتما شنیدید که این بسیار معروفه که میگه خمیرمایه دکان شیشه‌گر سنگ است، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی با سنگ شیشه رو از سنگ درست میکردن، در سنگ هم باورشون بر این بوده که آتش است. میگه زمانی که من این ارتباط مستقیم رو با تو ندارم، در حالت قبض هستم، پر از آتشم، پر از سردرگمیم، اما زمانی که تو مثل شیشه میشی، یعنی شفاف میشی، یعنی لطیف میشی، هم چیزی که من از تو دارم میگیرم شرابه، اون باده است، اون مستیه که برای من به وجود میاد. این تمام این صحبتهایی رو که داره به صورت ترسیمی انجام میده، تجسمی برای ما انجام میده، به یه نکته خیلی باریکی در ابیات بالا میخواد برسه.
بحث اینه که تا زمانی که تو از طریق ترجمانی، از طریق این که من مولانا ابیاتی رو میگم تو میخونی و لذت میبری، حالتت حالت آتیشه و سنگه، حالتت حالت اون شیشهی که می درش ریخته شده نیست. زمانی تو اون می رو درک میکنی که لطافت شیشه رو داری. بسیار نکته مهم میره که راجع به مسئله حس درون داره بیان میکنه. در حس درون ما از تمام لغت‌ها، از تمام هوشیاری فکری خارج میشیم. این هرگز در زمانی که شما هوشیار هستید، فکر فعاله، این اتفاق برای هیچ کس نمیفته. این بسیار نکته مهمیه که دوستانی که سوالات عرفانیشون رو از طریق فکر میخوان حل کنن بهش توجه داشته باشن. در فکر ما هیچ کدوم از اینها نمیتونه به تحقق بپیونده. در واقع اون درک، اون چیزی که یک عارف از شفاف شدن هستی، ببینید گفت سنگم دیگه، تا وقتی که سنگم درم آتیشه، تا وقتی من تو رو میفهمم که مثل شیشه باشه که توش میو بریزن، زمانی که تو اونقدر شفاف میشی، یعنی هستی برات شفاف میشه، این کدری های هستی میره کنار و تو خدا رو درون این هستی، شعله روشن الوهیت رو داری میبینی. این مهمترین مسئله یه که داره بیان میکنه که تمام هستی اونچنان شفاف میشه برای تو. تمام این سنگ و آهن ها که همه نشونه های تیرگیه میره کنار و تو مستقیمن داری شعله الهی و الوهیت رو در درون این هستی درک میکنی و داری میبینی. اون مسئله لطفه و اون حس نهانه که اون حس نهان میتونه اینو درک کنه. نه با چشمت میبینی، نه با گوشت میشنوی، نه با احساساتت لمس میکنی. من توضیحاً برای دوستانی که شهود دارن در جلسات ما و آشنایی دارن، در هر جایی هستن، در هر فرقه ای هستن، یا اگر در خود هستی اوریان هستن، فراموش نکنید خود شهود در وهله اول با دیده ها، با شنیده ها شروع میشه و به ناشنیده ها ختم میشه. مولانا به طریق ترجمانی داره با ما صحبت میکنه، یعنی میگه بابا جان من یه چیزی رو درک کردم که اصلا صورت نداره، مجبورم یه صورتی رو اون بذارم. اون صورت چیه؟ اون صورت سیبیه که از شاخه درخت افتاده، که بتونم یک بی صورتی رو باز کنم. ابونصر فارابی یک کلماتی رو داره که خیلی این کلمات مهمن در این موضوع، در این رابطه. میگه فیلسوف ها کارشون راحت تره، بی صورتی ها رو در حقیقت با توضیح بهش میرسن. انبیا و عرفا مشکلشون در اینجا شروع میشه که روی بی صورتی باید یه صورت بذارن که قابل تفهیم بشه و همون اون صورتی رو که میذاره خیلی جاها راهزن میشه برای افراد، چون افراد در همون اون صورت گیر میکنن. عنایت میکنید؟ اگر جایی اهل شهود هستید، شهود با صورت شروع میشه، شهود با دیدن و شنیدن شروع میشه، شهود با دیدنهایی که در چشم بسته اتفاق میفته شروع میشه، اما نهایتش میرسه به بی صورتی. این که ما میگیم یواش یواش هستی شفاف میشه که تو شراب رو در اون شیشه ببینی،
نیت میکنی شراب رو در اون شیشه ببینی، ما گذروندن مرزهای شهود هستش، پله به پله شهود میگذره تا هستی مثال یک شیشه خیلی تجسم زیبایی را آورده. همون سنگه، همون چیزیه که تیر است، حالا تبدیل شده به یک شیشه لطیف که من انسان میتونم اون می ناب رو تو این شیشه ببینم، ولی این باز از همون سنگ گرفته شده. در حقیقت شهود موقعی که شروع میشه. چرا میگیم خودت رو بخون؟ و چرا دنبال این هستی که چی میگه؟ خودت رو بخون. ما در طریقت صحبت میکنیم، عنایت داشته باشین، ما کاری به زندگی های متفاوت نداریم. مگه تو این مسیر داری میری؟ 10 جلد کتاب راجع به این ابیات بخون، یه سری اطلاعاتت میره بالا، ولی شهودت به کجا میرسه؟ شراب در این شیشه میاد، درسته؟ این شیشه هم جنسش از همین سنگه. بی صورتی با آغاز شهود و با آغاز دیدنها شروع میشه، دقیقا مثل شیشهی که از سنگ شروع میشه. شما بی صورتی ها رو فرمی درک میکنید، طوری میبینید که در قدم های اولیه شهود دیدن هاست، دیدن های متفاوته، ولی این به بی صورتی میرسه. این یه موردیه که بهش خیلی توجه داشته باشید. امیدوارم که تونسته باشم حرفم رو تا یه حدودی زد، چون حرف زیاد داره این غزل. این یه طرف داستانه. یه طرف دیگه داستان، ببینید طریق ترجمانی به درد شما نمیخوره، به درد هیچ که نمیخوره. شما دیدید زمانی که یک نفر براش یک واقعی پیش میاد، تأسف باره، هرچی هستش، میگه ببین اون چنان شد که جیگرم سوخت. شما این رو چجور ترجمه میکنید؟ خب بعضی از ماها که واقعا تو همون کلمات و واژه ها میمونیم، تصور میکنیم واسیلاسی جیگره سوخته. حالا هر چقدر هم درد این رو بخوای درک کنی، درد این رو به اون صورتی که این دیده میتونی درک کنی؟ همین اینطور شادی که داره، جیگرم حال اومد، شادابی به هم دست داد، باز فقط از طریق ترجمانیه. اگر میخوای درک کنی باید اون بشی. آفتاب در حقیقت گرمت میکنه، حرفیه که از روز اول ما توی این جلسات خدمتون عرض کردیم. جایی که، هر جایی که تو این دنیا هستی، جایی که گرم میشی، نه معلوماتت میره بالا، معلومات مال بیرونه، مال عرفان نیست. جایی که گرم میشی، جایی که میبینی داری از اون افسردگی و یخی میای بیرون، اونجا جای توه. چقدر صریح داره به ما صفت نشونی میده، استاندارد میده. جایی که افسردگی منو، جایی که من یک آدم خموده بودم، یک آدم اصلا رفته بودم، امروز کشیدتم به حیات، این یعنی از همون آفتابه، این یعنی من مولانام که غلام اون آفتابم، یعنی از افسردگی میکشمت بیرون. من منظورم به دیپریشن نیست، از اون یه طرف داستانه، از تمام خمودگی ها، خواب ها، شب پرستی ها میارمت بیرون، اونجایی که خودت زندگی میکنی، دیگران به جای تو زندگی نمیکنن. اونجایی که تو اگر میگی خدا، خداییه که درت جلوه کرده، نه فقط یک شنیده است، اطاعت جمعه، چون جمع گفته. بارها خوندیم از مولانا، میگه آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. این یعنی هم شما ببینید که کدوم یکی از این خداها در انسان داره زندگی میکنه، کدوم یکی از این خداها در انسان داره زندگی میکنه. این خدایی که از بحر نان داره گفته میشه، یا داره از عین جان میاد بیرون.
باز هم من تکرار میکنم این نکته رو، فراموش نکنید خدا وقتی شکوفاست درت که بی خدایی رو تجربه کردی، خدا وقتی مهم درت که خدا رو خودت کشف میکنی، خدایی که دیگران از طریق ترجمانی به من دارن میدن دقیقا همون درکیه که از شادی جگر یا سوختن جگر من میفهمم. ماشاءالله هر چی میگی باز مطلب زیاد داره، بریم بریک و بیام تو من در خدمتتون باشم. سلامت. خب تا چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن، من خدمتتون عرض کردم که اون تبدیل و تبدلی که در انسان به وجود میاد در اثر جرأت و جسارت رفتن به دیدن خودش، رفتن به ضیافت خودش. ز جبین زعفرانی کر و فر لاله گویم، به دو چشم ناودانی صفت صحاب گویم. میگه با وجود این که جبینم، چهرم، به اصطلاح صورتم حالت زعفرانی زرد داره، ولی از کر و فر لاله سرخ دارم صحبت میکنم. میدونید لاله اون موقع ها قرمز بوده. به دو چشم ناودانی، یعنی چشمم اینقدر عشق ازش میاد که مثل ناودون شده، صفت سحاب، صفت ابر بهاری رو پیدا میکنه. این چون این ور لاله اومده، سحاب رو به ابر بهاری بگیرید، چون بارون های خیلی تندی داره. یه نکته رو در این بیت من خدمت شما عرض کردم. ما راجع به گریه زیاد صحبت کردیم، بارها هم خدمتتون عرض کردم آدم هایی هستن حرفه‌ای انسان ها رو میگریونن و آدم هایی هم هستن که حرفه‌ای گریه میکنن، اینا همه بحثای دیگه ایه. اما شما برگردید به بیت بالا که میگفت خاک کویش به چشمم اومده. شما میدونید وقتی خاک تو چشم آدم میره، چشم خب اذیت میشه، ازش آب میاد، ازش اشک میاد. میگه توی اون چشم من خاک کوی اون یار، اون معشوق رفته. دو چشمم مثل ابر بهار داره ازش اشک میباره. این اشک بسیار مقدسه، بسیار کار میکنه. این با گریه های زاری، با اون حالت های حرفه‌ای و به صورت حرفه‌ای کار کردن بسیار متفاوته. در این مسیر یکی از نشونه هایی که به وجود میاد اون حالتی که وقتی خاک کوی یار به چشم انسان میره، اشک سرازیر میشه و به ما یادآور میشه که اشک من مقدسه، اشک من کارسازه، از این اشک خیلی بهره ها میشه گرفت. چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم، نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گویم. میگه من از آفتاب زاییده شدم. ببینید ما دو موقع دنیا میاییم، انسان ها خیلی از انسان ها یک تولد ندارن. یک زمانی هستش که ما از پدر و مادر متولد میشیم، یک زمان دیگه هست که به قول مسیحی ها و به قول حضرت عیسی مسیح در انجیل تولد ثانیه. مولانا میگفتش که زاده ثانی هستم. یک زمانی هست که دوباره ما حیات رو درک میکنیم، حیات معنوی رو. شما اگه تشریف ببرید هندوستان یا خیلی جاهای دیگه، میبینید روی بعضی از این قبرها یا روی این چیزایی رو که گذاشتن از به اصطلاح خاکسترها نوشته که مثلا 80 سال پیش این دنیا اومده، اما طول عمرش 2 سال بوده. 2 سال این زندگی کرده، 5 سال این زندگی کرده، 15 سال. و این تاریخ تولد شما نگاه میکنید میدید مثلا در سن 90 سالگی از دنیا رفته. این هم اون زاده ثانیه، اون زمانی که انسان دو مرتبه متولد میشه. وقتی که متولد میشه و حیات حقیقی رو درک میکنه، میگه از آفتاب زاده شدم. و باز این یک نکته مهمی رو داره. آفتاب
اسم شمس تبریزیه، آفتاب همون خورشیده. تولد دوم من، تولد مجدد من از شمس، یعنی شمس تبریز که باعثش بود که در این حال خودش آفتابی بود، شمس تبریزی که نور مطلق است، من از اون زاییده شدم. یعنی مولانای دومی که به دنیا اومد اون بود، پدرم اونه، مادرم اونه، شمس من و خدای من. این اون تولدیه که دارم به خدا که کیقوبادم. کیقوباد میدونید از پادشاهان قدیم هستش، البته بر اساس شاهنامه، ولی اینجا نماد گرفته شده از پادشاهی. میگه چون که این تولد در من به وجود اومده، من به این قدرت رسیدم. نه شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گویم. میگه نه من از اومدن شب دارم صحبت میکنم، نه دیگه برای من تاریکی وجود داره و نه دیگه در من مهتابی روشن میشه. من خورشید مطلقم، من آفتاب مطلقم. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم در عرفان ایران، یعنی فارسی زبان ها عموما، شما بسیار شاید نادر میبینید، شاید اگه نگیم تنها سیمرغی که پاش به زمین نرسید مولانا بود، همین داستانه که من هرگز دیگه تاریکی به هم رو نکرد. اگرم حسود پرسد دل من ز شکر ترسد، به شکایت اندر آیم غم اضطراب گویم. میگه اگر یه آدم حسودی، همین صحبتی که بود، آدمی که انسانی که گرگ درش هست، صفت گرگی رو گرفته، انسانی که گرگ خو میشه، اگر این حسود از من بپرسه حالت چطوره، چیزی به این نخواهم گفت. عزیزانی که تو این مسیر حرکت میکنید، سالک راه هستید، حتما میدونید اون حالتهایی که برای شما پیش میاد به هیچ کس مربوط نیست جز خود شما و اون آفتابی که ازش زاییده میشید، مرشدتونه، مرادتونه، هر کسی که هستش. به غیر از اون با کس دیگهی مطرح نکنید. بارها و بارها مولانا اینو متذکر میده که میتونه، حالا به قول امروزی ها، این انرژی روی شما اثر بذاره. چی کار داری؟ این که من بدونم حال درونی تو چی هست و چی نیست، چی رو برای تو عوض میکنه؟ میگه من این تولدی رو که پیدا کردم، این حالتی رو که دارم، اگر از من بپرسه یه کسی که میدونم این اسیر در این نفسه، اسیر در این هویت فکریه، من اینو حتما پنهان میکنم. نه تنها اظهار رضایت نمی کنم، میگم نه آقا حال منم خیلی بده، که مبادا بر علیه من بخواد حرکتی رو انجام بده. بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم. ببینید این اشتباه نوشته، بهانه نیستش. شما قحافه بخونید یا قحافه بخونید، جفتش درسته. رافضی میدونید یعنی خارج شده، کسی که به اصطلاح بیرون رفته. در دوران مولانا جنگ شیعه و سنی وجود نداشته، چیزی هم به اون صورت به نام شیعه وجود نداشته. یک عده‌ای همجوری که خودش میگه در سبزوار و چند نقطه دیگه از حلب بودن که قسمتی هم در مصر بودن، فاطمیون قاهره، فاطمیون مصر که شیعیان اسماعیلی هستن، اینها رو اهل سنت بهشون میگن رافضی، یعنی از دین خارج شده. میگه وقتی که من چجوری بیام برای کسی که شیعه هستش تعریف کنم از ابوبکر. ابوبکر ابن ابی قحافه یا ابن ابی قحافه، به ابوبکر میگن ابوبکر ابن ابی قحافه یا قحافه، هر کدوم تلفظ میکنید. اینا یک قبیله بزرگی بودن. میگه من چطور بیام برای یک همچون کسی از ابوبکر بگم. بر خارجی چگونه غم بو تراب گویم. خارجی یعنی همون خوارج که همتون داستانش رو میدونید، جنگ نهروان و جنگ حضرت علی با خوارج و اینها. میگه چجوری بر خوارج، چون خوارج هم وجود داشتن و هنوز هم وجود دارن، چجوری بر خوارج بیام و
از بوتراب یعنی از حضرت علی سخن بگم. اینا حرف من قبول نمیکنم. ببینید من یک چیز تو پرانتز خدمت شما بگم، این نظر ماست و دیگران هر نظری دارن، هر استادی هستم اونو خودشون میدونن، اما این چیزیه که من خدمت شما عرض میکنم. مولانا بسیار برتر از اونیه که در پای یک دینی، یک مکتبی اسیر بمونه. اینی که بعضی دوستان صحبت میکنن که آقا این اینجوری گفته، حالا شیعه بوده یا سنی بوده یا چی بوده، مولانا خودش یک دینه، مولانا خودش یک خداگونگی در انسانه. بله، اگر منظور شما از نظر خانواده است، نسب مولانا میرسه به همین بنی قحافه، میرسه به همین ابوبکر. مولانا فرزند عبدالرحمن ابن ابوبکر. از نظر نوع مذهب فقهی اینها حنبلی بودن، یعنی پدرانشون. مولانا هم بر این مذهب بود تا دیدار با شمس. اون چیزهایی هم که شما در مثنوی از احادیث، از آیات میبینید که بسیار زیاد صحبت میکنه، مولانا از خیلی چیزها صحبت میکنه، از انجیل صحبت میکنه، از تورات صحبت میکنه، از مذهب میترایی صحبت میکنه، از بودیسم صحبت میکنه، تمام اینا صحبت میکنه. آیا این به این معنیه که این به همه این دینها بوده؟ این به این معنی نیست. الانم بحثش این نیست که من میخوام بیام برای تو حالا یه چیزی رو باز کنم که ببینی مثلا شیعه باشی یا سنی باشی یا به این دین بری یا به اون دین بری. بارها گفته ما در این بی صورتی ها زندگی میکنیم، ما فراتر از اینیم. داستان توتی که توتی و بازرگان به صراحت صحبتش از انسان خدایی بود، بسیار مستقیم صحبت از این میکرد که آقا مسیح تویی، یا موسی تویی، همش تویی، همه اینا هم تو درون توی. اینو من توضیحا خدمتتون عرض کردم. اما میگه من برای یک کسی که مثلا جزو خوارجه میخوام بیام از علی ابن ابی طالب بگم، یا برای یک کسی که شیعه و رافضیه میخوام بیام از ابوبکر بگم. یعنی اینکه زمانی که من در یک صندوقی رفتم قرار گرفتم، وقتی که من از اون بی‌نظری گذشتم و به یک چیزی حقیقتی رو دادم و از یک چیزی حقیقتی رو سلب کردم، این بازی وقتی که تو فکر من انجام شد، شما چجور میخواین فکر من عوض کنید؟ ببینید من الان به هر دینی که هستم، فرض کنید حالا هرچی، مسیحی هم، یهودی هم، مسلمون هم، هرچی، هر دینی که من دارم و با این طرز فکرها بهش رسیدم، با این استدلالها، توجیهات، با همین دست دوم بودنها بهش رسیدم و دلایلم هم بسیار محکمه، ما اصلا شکی به اون داستان ها نداریم. هر دینی هر چی راجع به دینش میگه درسته. اما عزیز من، اگر همون خدایی که در ذهن تو ساختن بیاد روی زمین و به تو بگه آقا مثلا این دینی که تو قبول داری اینجاش اشکال داره، یا اصلا اینو من نگفتم، تو هیچ موقع نمیتونی بپذیری که اون طرز فکر تو غلطه. تو میگی 100% خدا غلطه، 100% هستی غلطه. میدونید چی رو داره مطرح میکنه؟ درک هستی بحث بی نظریه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این اون بحثه. شما اگر بیاییم بشینید فرض کنید برای خوارج بگید آقا همین مثلا حضرت علی اولین مسلمونه، اینجور برای پیم اصلا میخواد تیکه پارت کنه، یا برعکس این مختص به این دوتا فرقه، یعنی همه دین ها همینطورن. من بارها خدمت هست که شما به این زبان ما ول کنید. به زبان صحبت ما اینه که نه، ما همه بنده یک خداییم، ما همه از یک خدا اومدیم، اشکالات از ماست، ولی به جاش همدیگر تیکه و پاره میکنیم، هیچ فرقی هم نمیکنه، چون حقیقت مال منه. اصلا حقیقت حق نداره مال خدا باشه. همین دینی رو که من، به هر دینی که هست هیچ فرقی نمیکنه، همه اون خدا نمیتونه، این دین بر اون خدا مستولیه، اون خدا بر این دین مستولی نیست. عرفان رهاییه،
عرفان رهاییه، عرفان چسبیدن به یک طرز فکر، عرفان اصلا فکر نیست، عرفان شهوده. صحبت ما سر همینه. آقا هر کسی هر چیزی رو دیده، اون دیده و درک کرده، به من چه مربوط؟ من کجام؟ ما میگیم تمام این صحبت ما اینه که اون مسیری رو برو که تو دست اول ببینی. اگر قرار باشه که توی این تعصب‌ها باشی، الان هر کسی به هر عقیده‌ای که هست، ببینید با چه فلسفه‌ای، با چه استحکامی فقط میخواد ثابت کنه که آقا اگر تو اینی رو که من میگم نمیگی شیطانی. خیلی خوب، ما شیطان، تو برو دنبال اون چی که قبول داری، اما بدون درک حقیقت بی نظری میخواد. باید بتونی ابزرو کنی، باید بتونی نگاه کنی، باید بتونی ببینی، قدرت دیدن داشته باشی. کسی که توی صندوق رفته جز صندوق شیر رو میبینه، این اون حرفه که آقا من دارم از یک بی صورتی صحبت میکنم و متاسفانه هر چی که بگم یکی شیعه برمیداره، یکی سنی برمیداره، یکی میگه این از روبودا کپی کرده، ما میگیم دیگه، یکی میگه نه خیر آقا این حرفش حرف فلانه. هیچ موقع ما به عمق این داستان ها نرسیدیم. ببینید من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، بارها این صحبت ها رو ما داشتیم، آقا چطور با داشتن مولانا، چطور با داشتن بزرگانی مثل سنایی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل تمام اینها، ما امروز کارمون به اینجاها رسیده. صحبت اینه که ما اساسا اینها رو نداشتیم هیچ موقع، هی خوندن و ایراد گرفتن و نظرات همینجوری دادن که نشد درک این بزرگان. این اون حرفو داره میزنه، میگه من هر چقدر بخوام از بزرگواری های ابوبکر بگم مگه یه شیعه قبول میکنه؟ هر چقدر بخوام از بزرگی های علی بگم مگه یک خارجی، یعنی از خوارج قبول میکنه؟ تو اولین قدم باید از این صندوق بیای بیرون. تا از این صندوق نیومدی بیرون، دیدگاهی رو نخواهی داشت که حتی همون دینت رو، همون بزرگانت رو بتونی بی نظرانه ببینید. یادتون هست ما از ترازو صحبت میکردیم؟ ترازو وجود خودته، ترازو زمانیه که بتونی علتی بودن رو به حد اقل برسونی. پس درک و ارتباط با آفتاب، بیرون اومدن از این صندوق ها رو میخواد. چو رباب از او بنالد، چو کمانچه رو در افتم، چو خطیب خطبه خواند، من از آن خطاب گویم. ببینید کمانچه که میگه، منظور این کمانچه که ما امروز میزنیم نیست، من اون به اصطلاح اون سیمی، اون چیزی که دستشون میگیرن و کمانچه رو میزنن، به اون میگفتن کمانچه. یعنی اگر الان ویالونم اون زمان بود به اونم میگفتن کمانچه، اون چیزی رو که باهاش میزنن به اون میگن کمانچه، اون سیمی که حالا یا ویالون یا کمانچه یا رباب رو باهاش میزنن. میگه همون اونجوری که این میفته روی اون رباب، اون چیزی رو که باهاش مینوازن، من زمانی که کلام حقی رو میشنوم، چو رباب از او بنالد، چو کمانچه رو در افتم. میگه مثل همون اون سیمی که میفته روی کمانچه، میفته روی ویالون، من وقتی که حقیقت رو میبینم با صورت میفتم روش. این همون عرایضیه که من بالا خدمتتون عرض کردم، این همون عرایض، یعنی من حق شناسی رو دارم، من حق پرستم، من ایدئولوژی پرست نیستم. عنایت میکنید؟ به محض اینکه رباب یا رباب از اون بناله، یعنی از حقیقت بگه، من تا حقیقت رو میبینم سر تعظیم فرود میارم، من فوری از رو میفتم به اون. همیشه صحبت این بود در داستانهایی که پارسال خوندیم، در عرفان ما کفر به معنی بیباوری نیست. کفر و کافر کسیه که همین حقیقت رو میبینه
و رو در نمیندازه، تسلیم نمیشه. ایمان هم به معنی باورمندی نیست. ایمان زمانیه که حقیقت رو که دیدی تسلیمی. این صحبتش اینه که من زمانی که حقیقت رو ببینم تسلیم میشم. میخواد با این ایدئولوژی بخونه، میخواد با اون ایدئولوژی نخونه، اصلا برای من مهم نیست. من از این مرحله گذشتم. این تمام اون صحبتیه که بالا کردم خدمتون. بعد میگه که چو خطیب خطبه خواند، من از آن خطاب گویم. وقتی که خطیبا میمدن خطبه میخوندن، میدونید خطبه خوندن بیشتر با ستایش خدا، حمد و نعت رسول الله و خلفا شروع میشد. خوب به صلاح تمام صفت های اینا رو میگفتن و صحبتشون شروع میکردن. میگه وقتی که خطیب داره یک خطبه ای رو میخونه، من اون چیزی رو میبینم که در اون جلوه کرده، اون درکی رو که این از اون داره میگه. من کسی نیستم که فقط برم تو این واژه ها، فقط برم تو این کلمات. به زبان خموش کردم که دل کباب دارم. در غزلیات مولانا بر میگرده به خاموشی، در خیلی جاها میاد. اگه شما دیوان کبیر رو مطالعه بفرمایید، آخر غزل، معمولا آخرین بیت غزل، به همین مسئله خاموشی، یعنی سکوت درونی، به همون سکوت درونی که ما در مراقبه ها، در مدیتیشن ها بسیار امر مهمیه. به زبان خموش، به زبان خموش کردم که دل کباب دارم. دل تو بسوزه در من ز دل کباب گویم. میگه من در اون خاموشی، در اون سکوت درونی، ببینید سکوت درونی خیلی مهم. یه زمانی چند سال پیش دوستی یه سوالی رو فرستاده بود که آقا این همه میگید خاموشی، سکوت، سکوت، خب مولانا که این همه حرف زده، این همه ده ها هزار بیت شعر گفته، این چجور سکوتیه؟ عزیز من، اون سکوت درون رو میگه. خیلی ها میتونن به زبان حرف بزنن، اما اون آرامش درون رو، اون سکوت درون رو تجربه میکنن. خیلی ها میبینید به زبان، به ظاهر بسیار آرومن، اما اون تو قوقاییه. ما با اون کار داریم و الا با اینکه کی چه صحبتهایی رو میکنه کاری نداریم. عرض کنم به خدمت شما که یکی دو تا نکته رو من باید تذکر بدم سر این ابیات که حرفایی رو که باید میزدم زده باشم خدمتتون. ببینید انسان وقتی که بی صورتی رو درک میکنه، مجبور برای این بی صورتی اگر بخواد از روش ترجمانی استفاده کنه یه صورت بسازه. ببینید اگر من یه کسی رو خیلی دوست دارم، من فرض کنید عاشق یه نفر هستم، شما که اون عشق رو در من نمیتونید ببینید. باید رفتاری داشته باشم، حالتهای من، حالتهای چشم من، حرکات من و بعد گفتار من به شما نشون میده که من به این آدم، به این فرد عشق دارم، علاقه دارم. اگر یه جایی با شما صحبت میکنم میگم که اصلا من وقتی که این فرد رو میبینم دلم گلزاره، این یعنی همون صورت. ولی تو دل من که گلزاری را نمیفته که. من میخوام برای شما توضیح بدم اون بی صورتی رو، اینطور توضیح میدم. میگم مثل خورشید وجودم رو گرم میکنه، باید یه جور میتونم منتقلش کنم. رسیدن به این سکوت درونی، کلامیه که من از مولانا خدمتتون عرض میکنم. میگه ببین یه جوب آب رو شما در نظر بگیرید، همین جور آبهای متفاوت، چون میدین هی جوب آبش حرکت میکنه، آبا میرن، آبای جدید میان دیگه. میگه هر لحظه این آبها دارن میرن، اما عکس ماه و اختری که تو این جوب میفته ثابته. عنایت میکنین؟ ما میاییم و میریم، اما درک ما
از اون ماه و اختر ثابته. اگر مولانا چیزی رو تجربه کرده، اگر یک زمانی بودا در یک دورانی چیزی رو تجربه کرده، ما نمیتونیم بیاییم بگیم امروز مولانا حق نداره اون تجربه رو داشته باشه، چون اون تجربه اختصاصی مال بوداست. بسیار به عرض من عنایت کنید. آقا بودا در فلان زمان این عکس ماه و اختر در این جوب افتاده، در این روان افتاده، ما دیگه نمیتونیم بیایم این حق رو بگیریم بگیم در روان هیچ کسی دیگه نباید بیفته. این خیلی مسئله مهمیه، چون متاسفانه ما فقط در واژه ها حرکت میکنیم، میگیم که آقا چون این حرف الان داری میبینی، این حرف مثلا قبلا بودا زده، این حرف قبلا سنایی گفته، این حرف قبلا عیسی مسیح گفته، که گفته اگر اون تجربه میکنه این حق رو از من نمیگیره که تجربه نکنم. اما یک امای بزرگی وجود داره، اون چی رو که بودا تجربه کرده، اون چی رو که مولانا تجربه کردن، گفت و چه بود گفتن از حس نهان. اینها حس نهانشون در بی صورتی این رو گرفته و به روش ترجمانی، چون رسول آفتابم، حالا میخواد مولانا باشه، میخواد بودا باشه، میخواد عیسی مسیح باشه، فرقی نمیکنه، اومدم من اون رو با اون حس نهانم گرفتم، بودا هم گرفته. ما با وجودمون تجربه دست اول کردیم، اما اون چی رو که من دارم خدمت شما میگم ترجمه است، حرکت در واژه است. ولی این رو فراموش نکنید، بعضی صحبت هایی که بعضی کسا میکنن که آقا این حرف مال عیسی مسیح، خب باش، این حرف مال مثلا میگم فلان آدمه، خب باش، چون اون تجربه کرده من دیگه حق ندارم تجربه کنم. هیچ زمانی فراموش نکنید تجربه حقیقت تجربه واحدیه. به قول یه دوستی میگفت آقا من رفتم وسط اقیانوس، آب اقیانوس رو چشیدم، دیدم شوره. خب شما هم بیایی به چشی میگی شوره، ولی به شرطی که رو اون اقیانوس باشی، نه اینکه فقط ترجمانی حرف بزنی. و این ایرادی بر کسی نیست، جوب همینجور حرکت میکنه، آبها میان و میرن، بودا میاد، مسیح میاد، مولانا میاد و الا ماشاءالله اولیای خداوند که شناخته شدن، چه اونهایی که ستاره های بی نشون و گمنام هستن، فرقی نمیکنه. تمام اینها که حرکت میکنن، اون عکس ماه و اختر در این آبها میفته. شما نمیتونید بگید آقا تو حق نداری تو این بیفتی چون تو قبلی افتاده بودی. عکس ماه و اختر میفته. این یه نکته که در رابطه با این داستان بهش توجه داشته باشه. یه داستان دیگه هم من خدمت شما بگم، در بی صورتی حرکت کنید. ببینید یه داستانی هست، نمیدونم مال کیه، نمیدونم سعدی گفته یا کسی دیگه، الان حضور ذهن ندارم. میگه یه زمانی یه درویشی، یه گدایی اومد در یه خونه رو زد، یه خانومی در رو باز کرد، گفت بله. گفت خانم من چند روز غذا نخوردم، گرسنم، یه چیزی بده من بخورم، خیلی سخته گرسنگی. گفت والا نون و اینا نداریم، اما یه مشت گردو هست، این گردوها زیر درخته، بیا این گردوها رو بشکن بخور. این درویش هم این گرسنه بود، اومد نشست سر این گردوها، شروع کرد گردوها رو شکستن و خوردن، هی تون تون خورد خورد خورد. خانم گفتش که درویش این همه داری میخوری، آخه لااقل یه دعایی، خدا بچهاتو حفظ کنه، خدا نمیدونم زندگی تو آبا، یه چیزی بگو. گو خواهر من چیزی نگم، صدای چقچقش هم شکستن پوستای گردو رو نمیشنوه، یعنی تو انقدر این رو ناتوان و ناشنوا فرض کردی که من حتما باید به زبون بگم تا اون بفهمه. این مسئله سکوت، ارتباط در سکوت با هستی بسیار مهمه، بسیار مسئله مهمیه. و
و بعد هم باز من کلام آخر خدمتتون عرض کنم، فراموش نکنید عزیزانی که در این مسیر حرکت میکنن، سالک راه هستن. اصلا اشکالی، یعنی اساس داستان اینطور شروع میشه که شهود همیشه با پنج حسه. درسته چشت بسته است ولی داری میبینی، درسته اون صدایی که میشنوی اونجا نیست، از جای دیگه است، ولی میشنوی. و بعد یواش 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 هدایتت میکنه به جایگاهی که اون موقع بی صورتی ها و گلستان هایی رو میبینی که دیگه وقتی میخوای بریزیش تو این قالب ترجمانی میبینی خودت هم کم میاری، لغت براش پیدا نمی کنی. خسته نباشین، تو هفته بعد برگردم. قربان شما.